میدونستی توی فیلم مورتال کومبات لوکینگ هی فتپا میزنه به کینو و کینو هم هی قوز زمین میشه؟ این تاکتیکی که اغلب در انجام این بازی انجام میدن و اگر خوب دفاع نکنی پشت سرم رگباری پخش زمین میشی، کرکتی که خیلی تو مخی برای اکثر گیمراست. میدونستی توی فیلم زولو اعضای واقعی قبیله زولو در این فیلم سال 1964 میلادی نقش خودشون رو بازی کردن و حتی سلاح و سپرهای واقعی خودشون هم برای این فیلم آوردن؟ میدونستی توی فیلم داستان اسباب بازی 4 آقای کله سیب زمینی صداگذار کارکترش داریکلز بوده که 2 سال قبل ساخت این انیمیشن از دنیا میره، اما خانواده از کمپانی پیکسار درخواست میکنن که توی بایگانی های صدا و صحبت های ضبط شده و مکالماتش که واسه 20 ساله بگیرن و با سرهم کردن اون صداگذاری کارکتر انجام بدن و دخترش هم بعدن گفت پدرم همیشه میگفت اسم منو زنده نگه دارید، بذارید بدونن من کیم. میدونستی توی فیلم سرگذشت ناگوار داستانهای لیمونی اسنیکت تو این سکانس جیم کری دیالوگش یادش میره اما کاراکترش رو حفظ میکنه و از کارگردان میپرسه که دیالوگش چی بوده و یک بار دیگه میشه این سکانس رو گرفت یا نه؟ Wait. Let me do that one more time. Give me the line again. Quickly. Well, it's fresh in my mind. میدونستی توی فیلم دلقک های بیورز ویرفرل یه سکانس کوتاه توی این فیلم داره بدون دیالوگ و حتی یه پیتزا هم توی دستش و جوری دهنش تکون میده که انگار واقعا داره غذا میخوره؟ میدونستی توی فیلم داستان عامه پسند وینسنت همیشه توی مستراحه چون یوبوتات یکی از عوارض مصرف مواد مخدر دواه؟ میدونستی توی فیلم فورست گامپ پلاکی که سروان در میندازه در واقع متعلق به جک تیریسه که با جناق گری سینیسه که در ویتنام واقعا خدمت کرده بوده و در سال 2014 میلادی از دنیا میره؟ میدونستی توی فیلم جنگیر مکس وان سیداو هر روز 4 ساعت صرف گیری میکرد که شبیه یه کشیش پیر بشه که بالای 70 سال سن داره، اما خودش واقعا 43 سالش بود؟ کار تیم گیریم انقدر خوب بود که مکس برای چند سال نتونست نقشی رو بگیره چون همه فکر میکردن که سنش خیلی بالاست. میدونستی توی سریال بازی مرکب توی قسمت اول زمانی که سربازهای صورتی بو شیوه بازی رو توضیح میدن اگر دقت کنیم گیهان آخر سال نه، اما متوجه میشیم که همه توجه به سمت اون جذب میشه چون کارگردان از سیر لشکر خواسته بود که از گیهان فاصله بگیرن که موقعیتش مشخص بشه. این نکته ای که شاید گیهان در صف آخر باشه اما داستان به دور اون میچرخه. میدونستی توی فیلم رودخانه وین تو این سکانس الیزابت اولسن یه دست از دیوار فاصله میگیره قبل از اینکه اون طرف دیوار رو هدف بگیره؟ این کار یه تاکتیک نبرد نزدیکی که موجب میشه قسمت کمتری از بدنت در پوشش نباشه، دید رو به جلو بیشتر بشه و باعث میشه که اسلحه تحت پوشش بمونه تا زمانی که لازم باشه.